مهمترین مرحله توی میکرودرمابریژن آماده کردن پوست هست. برای آماده کردن پوست مرحله اول رو ما اینجا نشون ندیم، چون نشون صورتشون رو با آب و صابون مایع کاملا شستم، خشک کردم و الان اینجا هستم. بعد از این به وسیله یک گاز که آغشته به الکل هست، سطح صورت رو پاک میکنم. این پاک کردن باید کاملا عمیق و بسیار بسیار با فشار انجام بشه تا کاملا سبومی که روی سطح پوست هست برمشه بشه. در غیره این صورت پوستدارهای شما به جایی که صرف برداشتن پوست بشن، صرف برداشتن سبوم از روی سطح پوست بشن. و هدفمون پاک کردن پوست نیست، بلکه هدفمون اسکراب پوست. مرحله بعد انجام لایه برداری است. در لایه برداری صورت ما صورت رو به چند قسمت تقسیم می‌کنیم و برای هر قسمت در سه جهت لایه برداری رو انجام می‌دهیم. به عنوان مثال توی پیشونی این میشه قسمت اوله، این میشه قسمت دیگه، این میشه قسمت. پس پیشونی رو به سه قسمت تقسیم می‌کنیم. توی گونه همینطور، ما یه قسمت اینجا رو، یه قسمت اینجا، یه قسمت اینجا، چانه برای خودش یه قسمت هست. برای دور لب جداگونه کار میکنم، نینی و بالا و پایین چشم قسمت جداگونه کار میکنم. در هر قسمت سه تا حرکت داریم، یه حرکت به صورت عمود، یه حرکت به صورت افقی و یه حرکت به صورت دایره. خب برای این شخص هدفمون انجام یک لایه برداری با عمق متوسط است. بذار دستگاه رو برای این منظور تنظیم کنیم. همونطور که می‌بینید اینجا برای هم لایه برداری متوسط این کار دقیقاً تنظیم شده. توی این حالت تنظیم سلکتور رو صورت عمود قرار داره. متوجه می که الان هدف میکرودرمابریژن هست، این رو به سمت جلو بکنیم. سیلندرام رو چک بکنیم. سیلندری کریستال ما به اندازه ای که استاندارد هست خالی کریستال هست. سیلندر تخلیه همون کاملا خالی هست و حالا آماده این برای انجام. موقع کار به پوست کاملا باید شما مسلط باشید. اگر شما تسلط روی صورت نداشته باشید به این فیاض نمیشید یک درمان خوب رو انجام بدید. داشتن یک یونیت خوب خیلی کمک بزرگی هست برای این کار. خب هنگام کار پوست باید کاملا استرچ و کشیده باشه. از خب پوست رو میکشیم و در همون جهت کشیدن شروع کنیم. از جهت بین جهت هایی که ما میریم و میریم نباید فاصله باشه و به هیچ وجه نباید روبمون یه جا ثابت باشه. من قبلا نظر دستگاه رو برای شما تعریف کردم. سرعت حرکت دست باید کاملا یک نواخت انجام بشه. اینطور نباشه که ما یه جا سریع و یه جا آروم بریم. هرگر سرعت حرکت دست بیشتر باشه لایه برداریمون کمتره. هرگر آرومتر بریم حرکت بریم لایه برداریمون عمیق‌تر. یعنی این قسمت ها یه جایی خالی میمونه. اگر که من برگشتم اینجا باشه این قسمت اصلا اسکراب نشده. یه قسمت رو داریم که خواهدی در حالی که اینا همه شون پره. پس ما باید اسکرابمون دقیقا یک نواخت باشه تا این خطوط رفت و برگشتمون کنار همیشه باشه. من ادامه دارم باز پشت استرچ میکنیم. حالا قسمت دوم عمود بر این طرف برگشتیم.
در حالت عمو جهت استرچ کردن پوست دیگه متفاوته. حالا به این صورت استرچ عمودی و افقی رو انجام دادیم. جهت سوم به صورت دایره ای هست، حرکت های گردشی و سینکرون. با توجه به اینکه دایره برداری ما الان داره به صورت متوسط انجام میشه، ولی چون کاملا احساس خوبی دارم و به هیچ وجه دیسکامفورت و ناراحتی رو توی صورتش رو نمیبینم، منظور این هستش که در میکرودرمابریژن نیاز به ایجاد میهستیم تو سطوح دایره برداری متوسط و حتی تا کمی عمیق هم نیست. خب الان سه جهت ما کامل شد، افقی، عمودی و دایره. بریم اسلاید بعدی.